علی محمد غریبانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تصمیم این شورا برای ارائه نکردن لیست در انتخابات مجلس نهم خبر داد. آقای غریبانی همچنین خبر داد که شورای هماهنگی طی روزهای آینده با صدور اطلاعیه دلایل خود را برای نداشتن کاندیدای انتخاباتی در دوره نهم مجلس اعلام خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع با اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز مصاحبه انجام داده ایم که می شنوید. آقای امیر ارجمند، بعضی از چهره های اصلی اصلاح طلب قبلا در مورد بیفایده بودن شرکت در انتخابات صحبت کرده بودند. اما به نظر شما چه عاملی باعث شده که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نهایتاً چنین تصمیمی رو اعلام کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب از مدت بسیار طولانی رهبران جنبش شرایط بازگشت به حالت عادی که اجازه میده در اون انتخابات آزاد سالم و منصفانه‌ای تحقق پیدا بکنه رو مشخص کرده بودن. آقای منیس موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، و به نظر میسته که یک ادعای عمومی در این زمینه به وجود آمده. امروز همه تشکلات و جریانات سیاسی دموکراسی خواه، آزادی طلب و اونهایی که خواستار تغییر وضعیت موجود و رفتن به سمت یک وضعیت بهتر هستن، معتقد هستن که تحقق اون کف مطالبات ضروری است. به نظر میرسه که علی‌رغم تمام تلاشی که همه دلسوزان انجام دادن تا اقتدارگرایان حاکم در کشور به منافع عالی کشور فکر بکنن و از منافع جزئی خودشون صرف نظر بکنن و نگاه بکنن وضعیتی که ما در اون دچار هستیم، بنبست‌های متعددی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، متاسفانه اتفاق رخ نداد و اونها بر وجاهت خودشون اصرار ورزیدن. ولذا امروز شاهد هستیم که همه افرادی که میخواهند انتخابات معنا داشته باشه از این مسئله دلسرد شدن و معتقدن که در شرایط حاضر انتخابات معنا و مفهومی نداره، همچون که آقای مهندس موسوی و آقای کروبی هم این مسئله رو با توجه به شرایطی که برایشون ترسیم شده بود اعلام کردند. قبلا بعضی از شخصیت‌های نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کرده بودند که خودشون یا تشکلشون ممکنه در انتخابات شرکت کنن. با توجه به اعلام موضع شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، احتمالاً شرکت اونها در انتخابات در چه قالبی صورت میگیره؟ من نمیتونم پیش‌بینی بکنم یا از جانب اونها صحبت بکنم. قطعا همه تشکلات آزادی دارن که نسبت به آینده سیاسی خودشون تصمیم بگیرن با ارزیابی دقیق از وضعیت موجود، امکاناتی که وجود داره، یک قدمی رو بردارن. این قدم میتونه صحیح باشه یا اشتباه باشه، هر کسی مسئولیت اون رو خواهد پذیرفت. اما به نظر میرسه که آنچه را که امروز ما شاهدش هستیم وجود اون اجماع هست. یعنی من فکر نمی کنم کسی بتونه ادعا بکنه که در زدنه اصلی جریان اصلاح طلبی دموکراسی خواهی در ایران در خصوص شرایط مشارکت در انتخابات تردیدی وجود داشته باشه. اگر افرادی نام خودشون اصلاح طلب میدارن و فکر کنه اصلاح طلب هستن و تصمیم دیگه ای متفاوت با تصمیم جمعی اتخاذ میکنن، اون چیزی که نسبتش اجماع وجود داره، این یک مسئولیت مضاعفی هستش که بر اونها بار میشه و باید که پاسخگوی اون باشن. و خب بعدا هم مشخص خواهد شد که آیا اقبالی از تصمیم اونها صورت میگیره یا چه میزانی در جامعه میتونن تاثیرگذار باشن. در حالی که تصمیم شخصی یا مربوط به برخی از افراد محدود خواهد بود، شکلش هم من نمیتونم در موردش صحبتی بکنم یا پیش بینی بکنم، ولی نتیجهش رو میتونم خدمتتون بگم چیزی که به نظرم میرسه. در آخر شما به عنوان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز، ارزیابیتون از عدم شرکت جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس چیه؟ به هر حال این تشکل حائز اهمیت هست و تصمیمش تصمیم معنادار هست. به نظر میرسه که فکر زیادی راجع بهش شده، تأمل زیادی شده و همونجوری که از بیانیه‌شون هم برمیاد
اینا تمایل داشتن که مقامات کشور اقتدارگرایان به صدر بیان و موضوع دیگه رو اتخاذ بکنن. اون شبه که ما میتونیم الان ارزیابی بکنیم این هستش که حتما شرایط رو خیلی وخیم ارزیابی میکردن و شرایط رو خیلی نامساعد تلقی میکردن. اینقدر هم یقینا اونها ترسی از شرکت در یک رقابت آزاد ندارن. اگر که در واقع نگرانی هست از این هستش که انتخابات تبدیل به یک جسد بیروح و معنا بشه، وسیله برای توجیه اقتدارگرایی بشه، در واقع ازش استفاده صرفا ابزاری بخوان انجام بدن، این اون چیزی بوده که به نظرم مثل که باعث شده این جبهه این تصمیم رو اتخاذ بکنه. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.